سلام و عرض ادب خدمت شما دوستای عزیز. در ادامه ضبط ویدیوها این ویدیو رو براتون گرفتم. این سومین ویدیویه که دارم ضبط میکنم و شما دو سه روز بعد در واقع این ویدیوها رو میبینید به ترتیب و بریم سراغش. خب بچه ها، اومدم توی این ویدیو در رابطه با چه موردی براتون صحبت کنم؟ در رابطه با کنکور تیر 1402 که یه امید خیلی زیادی رو بهتون بدم و از اون طرف در رابطه با ویرایش هایی که باید انجام بدید و 100% باید انجام بدید. اولین مورد اینه که بچه ها، ما دو نوبت فرصت ویرایش معدل رو داریم. یکی هنگام انتخاب رشته هستش، اوکی؟ وقتی که انتخاب رشته صورت میگیره، و هنگام دریافت کارت ورود به جلسه. این دوتا مورد رو به خاطر بسپارید و همونطور که میدونید امکان تغییر حوزه امتحانی و حتی ثبت نام وجود نداره و یه سری اطلاعات محدود میشه که در واقع شما بتونید ویرایشش کنید. خب بریم سراغ مورد بعدی. بچه کنکور 1402 یه کنکور راحت تریه. خب یک کنکور، یعنی تیر 1402 یک کنکور راحت تری نسبت به سال 1401 و حتی 1400 هستش. چرا؟ برای تجربی، برای ریاضی، مخصوصا برای زبان، تجربی ها رو که ترکوندن دیگه اونقدر راحتش کردن. همون جور که میدونید ظرفیت رشته های تاپ مثل پزشکی، دندون، پرستاری، فرهنگیان کلن رفته بالا، یعنی به یه شکل عجیبی واقعا رفته بالا و خیلی خوبه این بالا رفتن ظرفیت‌ها، چون عجیبه که هر سال به جای اینکه حالا یه سال ثابت بمونه یه سال بره بالاتر، داره هر سال به مقدار زیادی میره بالا و خب این در آینده دور ممکنه مشکل به وجود بیاره و خب رشته ها رو اشباه کنه. و مورد بعدی اینه که شما میتونی با درصد پایین‌تر بتونی اون رشته‌ای که میخوای رو قبول بشی به خاطر اینکه ظرفیت رفته بالاتر. این یه چیزه عادی هستش. بچه خیلی از رقبا با توجه به تاثیر 40% معدل به خاطر نداشتن معدل بالای 18 کلا بیخیال کنکور میشن. یعنی خیلی ها میان میگن که خب من الان معدلم مثلا 17 است. بچه یه لحظه وایسی تا این نوتیفو غیر فعال کنم، شرمنده. بله خب بعضی میان میگن آقا ما دیگه معدلمون 17 است، 18 است، 16 است. خیلی حال ترمیم ندارن. خیلی ها ترمیم کردن و نمرهشون بدتر از قبل شده. خب نمره بالاتر رو براشون میذارن ها، ولی فرصت ترمیمشون رو از دست دادن. بیاد طرف میاد میگه آقا من دیگه معدلم 16 است، دیگه هیچ امیدی به پزشکی ندارم. تمام، الان تو باید بیای کار کنی، تو باید بیای درستو بخونی و کنکورتو بدی، چون داوطلبا خیلی هاشون رفتن کنار. نگاهی ثبت نامی ها نکن، 90% سیاهی لشکرن و این 90% هم سیاهی لشکرن، هم کسایی که ناامیدن هستن، هم کسایی هستن که شروع نکردن، هم کسایی هستن که ترمیم دادن و کلن ناامید شدن. پس این فرصت، بهترین فرصت بچه برای شما همین تیر 1402، نه 1403، تیر ماه 1402. اگه خوندی قبولی، اصلا نمیخواد فکر کنی، قبولی. مورد بعدی، رئیس سازمان سنجش بچه بارها اعلام کرده که سوال ها محتوایی و از متن کتاب درسی طرح میشه. پس بچه ها امسال میشه به تعداد بیشتری از سوال ها جواب بدی. کسی که کتاب درسی رو خونده میتونه به تعداد بیشتری از سوال ها جواب بده. خب اینم از این مورد. و بچه همونطور که میدونید امسال تعدادی از سهمیه ها حذف شده و این به نفع در واقع داوطلب ها هستش که با هم برابر بشن و برابر با هم بیان و رقابت سالم رو داشته باشن. آره بچه، وضعیت سوالای کنکور 1401 اونجایی که حواشی زیادی داشت و با اعتراض زیادی هم همراه بود، به خاطر همون
اعتراض که کردن، سنجش اومد سوالها رو تراز کرد و همونطور که دیدید توی همین کنکور دی ماه 1402 ما سطح سوالات خیلی استاندارد و دقیقا سطح متوسطی رو شاهد بودیم. واقعا عالی بود، واقعا حداقل برای زبان عالی بود. خدا سر شاهده اونقدر بعضی سوالای زبان توی کنکور زبان راحت بود که من گفتم خدا این نوع بچه 5 ساله هم که کلاس زبان رفته میتونه حل کنه. خیلی بعضی سوالاش راحت بود، خیلی زیاد. واقعا در واقع جای تعجب داشت این مورد. خب و از اونجایی که کنکور دیماه وقتی طرح میشه و کنکور تیرماه متصل و همتراز با کنکور دیماه، این نشون میده که کنکور تیرماه هم عیناً عین دیماه میاد، حالا 5% سخت‌تر یا 5% راحت‌تر. پس حواستون به این مورد هم باشه. بچه با توجه به 3 مرحله شدن کنکور، خداوکیلی دیگه، یعنی 3 دفترچه شدنش، خداوکیلی دیگه ما تقلب رو خیلی کم شاهد هستیم، خیلی کم، یعنی شاید در حد چه میدونم 1 در 10,000 باشه. خیلی کمه خدایی اگه بخوایم حساب بکنیم. و خیلی از بچه ها میان خودشون رو میزنن وای ما تقلب تو کنکور داریم، حق ما خورده شده. نه بچه ها، حق کسی خورده نمیشه. توی کنکور اونقدر تقلب پایین اومده مخصوصا امسال که واقعا در نوع خودش خیلی جالبه، چون دیگه به هر حال همه نهادها دارن با هم همکاری میکنن و دست دفترچه‌ای شده کنکورها و طرف به راحتی نمیتونه تقلب بکنه، دفترچه ها از قبل باز نمیشن. در کل این مقایسه‌ای که دارم میکنم نسبت به کنکور 1401 و 1400 که اصلا فوق‌العاده زیاد بود تقلب، این مورد به نظرم مورد خوبی هستش که تقلب کلا توش کمتر شده. بچه ها مورد بعدی که خواستم بهتون بگم، اولندش اینه که توی ویدیوهای بعدی در رابطه با چند درصدی صحبت میکنیم که چند درصد بزنی، پزشکی بیاری، پرستاری بیاری، فرهنگیان بیاری، رشته های تاپ رو بیاری، دانشگاه های تاپ رو بیاری. ویدیو بعدی ویدیو خیلی خیلی مهمی هستش و حتی معدل اونا رو هم میایم بیان میکنیم، یعنی میگیم آقا معدل مثلا این دانشگاه و این رشته اینه، تو اگه اینو نداری یا باید کلا قید رشته رو بزنی یا بیای و به یه درصد بالایی توی کنکور برسی. توی ویدیو قبلی هم گفتم بچه ها کارت ورود به جلسه لطفا وایسید، دارم همه موارد رو بهتون میگم که فردا اگه خواستید دوباره سوال بپرسید این قسمت رو دیده باشید که دیگه نپرسید. کارت ورود به جلسه کنکور سراسری تیر ماه من قبلا گفتم که توی 2 تا ویدیو قبلی گفتم که از دوم سوم پیگیر باشید، ولی توی ویدیو قبلی گفتم که سنجش اعلام کرده که 11 تا 13 تیر ماه توی سایت سازمان سنجش بارگذاری میشه. اما از نظر من شما حتما حتما از 10 از 9 پیگیر باشید، چون اگه کارت ورود به جلسه رو از دست بدید دیگه هیچ راهی برای شما وجود نخواهد داشت. اینو به صورت جدی بهتون گفتم و همین، امیدوارم که موفق و سلامت باشید. دوستتون دارم، یا علی.